बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बॉस बरनोमी क्विक बुक्स दादर से कबली या रिकॉर्ड कबली मौ शुमा बालाई तकमील करन या तकमील साख्तनी चार्ट ऑफ अकाउंट से कंपनी खुद कार करें वही रमाओ शुमा खानदिम कि चे कस्मी तो निम अनवाई मुख्तलिफी अकाउंट हारा द बरनोमी क्विक बुक्स द बख्शी चार्ट ऑफ अकाउंट्स इजाफा कुनें। خب آلی ما شما بالای بعضی از ریپورتس کار میکنیم که وقتی که ما شما تا چارت آف اکاونتسی کمپنی خود بینک اکاونت جور میکنیم، مثلا ایسیت اکاونت جور میکنیم، مثلا و اگر فکس باشه یا کرنت باشه، پی تی کیش اکاونت، کیش آن هند اکاونت، دیفرنت بینکس اکاونت، شاید اگر او یو اس دی باشه یا افغانی اکاونتس باشه، به مو شکل وقتی که لون ما شما میگیریم چی تغییراتی واقع میشه، چی تغییراتی به وجود میایه مثلا. خب آلی ما شما میایم برنامه کویک بوکس باز میکنیم، اول میرم بالای چارت آف اکاونتس، در لیست آمدم، در مینوی لیست بالای چارت آف اکاونتس کلیک کردم. در این قسمت اگر شما متوجه باشین ما چندین اکاونت جور کردیم، مثلا د ای بی بانک هم افغانی اکاونت بود، هم یو اس دی اکاونت بود، د کابل بانک هم به مشکل پی تی کیش به مشکل. ما شما کمپنی ویکلز خود او را اد کردیم که لند گذر دیگه ترک و فرنر چیزا بود. تمام اوپنینگ بیلنس اکویتی ما شما اینقدر است، یعنی تقریبا 2,460,000 افغانیستان. ای را ما شما کار کردیم. هنالی میم وقتی که ما شما در هر اکاونت بیلنس اضافه میکنیم، ما براتن اول گفتم که پیش از اینکه ما شما انکم ترانزکشن ها در برنامه کویک بوکس ریکارد کنیم یا اکسپنس ترانزکشن ها را ریکارد کنیم، وقتی که ما شما در خود برنامه کویک بوکس در چارت آف اکاونتس ایسیت اضافه میکنیم، لایبیلیتی را که اضافه میکنیم که لون ما شما است، به مو شکل اون ریکویتی را اضافه میکنیم، اینا مستقیم بالای بالانس شیت کمپانی ما که از تاثیر واقع میکنه، یعنی افکت واقع میکنه. خب حالی ما شما میاییم بالای بالانس شیت خود کار میکنیم، بالانس شیت خود هم میبینیم، یعنی از کمپانی خود میبینیم که ما شما چقدر کرنت ایست داریم، چقدر فکس ایست داریم، به مو شکل چقدر لایبیلیتی داریم، یعنی لون ما شما قرضدار هستیم، و چه اندازه بیا به چه اندازه ما شما اوپنینگ بیلنس از یعنی اکویتی از اوپنینگ بیلنس داریم، اون اکویتی یا را چک میکنیم. و این میسی اکاونت هم اگر شما متوجه باشین، ما پیش از اینکه چارت اف اکاونت برتون تشریح کنم، بالای زو کار کنم برتون، ما برتون گفتم که د بیلنس شیت ما شما سه اکاونت داریم، ایسیت، لایبیلیتی و اونر اکویتی. خب اول ما میایم د ریپورت، د بخش ریپورت که آمدم د کمپانی فاینانشل اند، د اینجا که شما میبینین به نام بالانس شیت استاندارد، بالای زمی کلیک میکنم استاندارد ریپورت بالانس شیت برای ما جنریت میکنن. اینی بالانس شیتی امی کمپانی ما شما است که به نام سیفزاده انفورمیشن ان سافتویر دیولپمنت کمپانیز بالانس شیت است. و این بالانس شیت که هست از روز اول تا امروز چقدر ترانزکشن ها را که ما ریکارد کردیم، یا مثلا بانک بالانس اد کردیم، یا مثلا ما شما اسیت اد کرده باشیم، کلش ده اینجا میاد، یا لون گرفته باشیم، چون به خاطر از اینکه ما اینجا انتخاب کردیم که برای ما آل راپور نشان بدی. اگر میخوای صرف راپور امروز ببینی تو دیر انتخاب کو، دس ویک میخوای this week to date مثلا از امید هفته تا اینمی تاریخ، this month میخوای yesterday مثلا میخوای last week، از این قسمت شما میتونین ریپورت ها بدل خود انتخاب کنین که چه قسم ریپورت ها برد جنریت کنن، یا وقتی که آل انتخاب کرده این قسمت میتونین که برای ما بیادر ریپورت کدام تاریخ نشان بده، مثلا اینمی تاریخ ها. و یا گفته میتونین که مثلا ما راپورای مختلفه، خلاصه از میج شما میتونین اگر کستوم انتخاب کردین به این معنی که ما مثلا یک راپوری دلخواه خود مثلا جور میکنیم. فرض مثال ما میگیم بیادر برای ما راپوری تاریخی سیویاک، تا تاریخ سیویاک که مثلا هر چیزی را که ما ریکارد کرده باشیم، بانک بالانس باشه، هر چیزی که باشه برای ما نشان بده. خب ما اینجا زیادتر آل انتخاب میکنم، آل که انتخاب کردم کلی ریپورت برای ما نشان میده. خب اینی بالانس شیت ما شما از بالانس شیت ما شما گفته بودیم اول ایسیت ما شما می ایسیت باید همیشه ایکوال باشه با لایبیلیتی پلس اونر اکویتی، یعنی ایسیت
must be or should be always equal to liability plus owner equity. اینجا اگر شما متوجه باشین ببینین امرای ما تنها asset است. در asset ما current asset داریم و fixed asset. تمام bank balance ما شما در current asset ما شما میاد. هر نوع bank balance که ما شما داشته باشیم در چی میاد؟ در current asset ما شما میاد. و در این قسمت اونمو اکانت ها را برای ما نشان میده که در او بالانس وجود داشته باشه. مثلا اگر ما بیایم در لیست بالای چارت آف اکانتس کلیک کنم، شما بین ما بیوریکیش هم داریم که تایپ از او بینک هسته، کشان هند هم داریم تایپ از او چیسته؟ بینک هسته. مگر میر نشان نمیده بخاطر ازی که او بالانس زیرو هسته. اونو اکانت هایی که بالانس داره او را برای ما نشان میده دیگاهشه نشان نمیده. خب اینجا ببینین برای ما میگه در ای آی بی بانک افغانی اکاونت شما یک پس دارین، در دلار اکاونت اینقدر دارین، به مو شکل ای ام به افغانی تبدیل کردن، به مو شکل در کابل بانک افغانی اکاونت اینقدر است، در یو اس دی ای را به افغانی برای ما نشان میده. را بهتون گفته بودم نه که دلار اکاونت برای ما در افغانی در بالانس شیت برای ما نشان میده. برای ما میگه که توتال چکینگ اند سیوینگ اکاونتس تو کس اینقدر پیسه است. سیوینگ اکاونت ما برتون گفته بودم اونمو اکاونت است وقتی که ما شما در بانک پول پرداخت میکنیم و نمیخوایم که از بانک مثلا از اکاونت پول پس ودرا کنیم یا درا کنیم، پس اون پولی که در مقابل از مثلا به خاطر بعد از یک سال بعد از یک ماه مثلا سود میگیریم و او را مثلا پیسه از ما شما ودرا نمیکنیم، اونمو را به نام سیوینگ اکاونت یاد میکنن. چکینگ اکاونت هم کس مثل امی کرنت اکاونت است، بسیار کم تفاوت وجود داره بین ازی وزو. ای هم در مقابل چیکینگ اکاونت و به مشکل در مقابل کرنت اکاونت ما شما از بانک سود نمیگیریم و میتون ای بخاطر ازیست که وقتی که ما میخواییم که از اکاونت خود پول ویدرا کنیم، بخاطر ویدرا او اگر هر وقت باشه مثلا امروز پول انداختی اکانت جور کرد، یک سال باتم میتونی، یک هفته باتم میتونی، یک روز باتم میتونی. یعنی اگر اینمی دو اکانت هایی است که از او ما همیشه پول خود به اساس ضرورت ویدرا میکنیم و پس بعض وقت او را دیپوزیت هم میکنیم در اکانت خود پول. و سیوینگ اکانت به خاطر به دست آوردن انترست ما استفاده میکنیم. این حال میگه توتال بینک اکانت تو که هست چقدر است؟ 1,170,000 افغانی است و این توتال کرنت اسیت ما شما است. این حال فیکس اسیت کمپنی خود میبینیم. در فیکس اسیت ما شما اگر متوجه باشین کمپنی ویکل چور کرده بودیم، لند کروزر بود، لند کروزر 2017 مدل بود، فورنر بود، ترک بود و این فیکس اسیت ما شما است. این حال توتال کمپنی ویکل کمی به نام فیکس اسیت ما شما یاد میشه 1,345,000 افغانی است که نال برای ما میگه توتال کرنت اسیت و فیکس اسیت ما شما چقدر میشه؟ 2,005,015 افغانی میشه. اینالی میم تبخشی لایبیلیتی و اونر ایکویتی. اینالی اینمی توتال اسیت ما شما باید مساوی باشه با لایبیلیتی پلس اونر ایکویتی. با مو خاطری دو تا را ایجا یک جای آوردن. ما توتال لایبیلیتی ما شما قرضداری ما شما چقدر است؟ مثلا برای ما میگه تو به خاطر آرتولون که است که کرنت لایبیلیتی ما شما است 55,000 افغانی را قرض گرفته بودی. مثلا موتر میگرفتی، ایره قرض گرفتی که از بانک گرفتی، از هر چیز که گرفتی، بعد دبل کلیک کو بالاشو بعد ریپورتش نشون میده بالا. صحیح است؟ و به مو شکل توتال کرنت لایبیلیتی ما شما اینقدر است. به مو شکل از ما شما که از توتال لایبیلیتی ما مثلا اینقدر مثلا لانگ ترم لایبیلیتی و شورت ترم لایبیلیتی ما شما جمع میکنه و توتال لایبیلیتی میشه. اینال 55,000 روپیه ما شما قرضدار هستیم، به شکل قرض گرفتیم، لون گرفتیم. و در بخش اکوئیتی برای ما میگه اوپنینگ بالانس اکوئیتی تو که است 2,460,000 افغانی بود. اینال اگر من ماشین حساب باز کنم، در اینجا کالکولیتر رو باز کنم، از طریق رن در اینجا برم نوشته کنم که مثلا 2,460,000 افغانی سیستا و با ازی امرای ازو چی کنم؟ جمع کنم. چی را جمع کنم امرای ازو؟ اینمی توتال کرنت لایبیلیتی، توتال لایبیلیتی که 55,000 افغانی ما شما است، یا همیشه امرای ازو جمع میشه. اینال وقتی که را جمع کنم چقدر میشه؟ 2,515,000 افغانی. ببینین 2,515,000 افغانی یعنی به این معنی که توتال اسیت ما شما با توتال اونر اکویتی یا لایبیلیتی ما شما کس مساوی است. و یکی از قانون بالانس شیت می نمیست که توتال اسیت باید must be always equal to with total liability
پلاس اونر اکویتی. اینال شما ببینید هر دوی ازی با هم مساوی است، پس ما میگیم که سیستم ما تانوس منظم پیش رفته. اینال اگر ما بیاییم بالای کمپنی سناپ شات خود کلیک کنیم، در اینجا بانک بلنس های ما را نشان میتن. برای ما میگه بدل در ای آی بی بانک این قطر پیسه داری، در کابل بانک، در زی بانک، مثلا در پیتی کش زیرو است، در کش آن هند زیرو است و اکاونت پیبل تو از کس قرضار نیستی و به مشکل اکاونت ریسیبل ما هم خب او اکاونت پیبل لایو او چیستا یوز دیستا، یعنی با دلار از کسی ما قرضدار نیستم. صحیح است، اگر لون اگر ببینیم ما به نام آرتولان یک اکاونت داریم، ایم لایبیلیتیز بالای ما شما مگم به شکل افغانی است، یعنی افغانی ما اینقدر قرضدار هستیم و بالای کسی دیگه ما شما قرض نداریم. پیرول لایبیلیتی ما شما صفر است و به مو شکل سل تکس پیبل ما شما صفر است، به خاطر از اینکه تا نور ما شما سلز چیزی مثلا پرچیز نکردیم، او را بالای کس نفروختیم، سلز نکردیم که در مقابل از او باز از ما مثلا از مشتری خود تکس بگیریم و تکس باید در دولت پرداخت کنیم، چون نیسته به مو خاطر برای ما میگه سل تکس پیبل تو کس زیرو است. و به مو شکل این کار ما شما از این طریقه میتونیم که در ویو بالانس بیایم، ما شما در اینجا برای ما بالانس های اکانت های مختلف برای ما نشان میده. و اگر ما شما بیایم در ریپورت، در ریپورت اگر ما در کمپانی فینانشل بالای پروفیت اند لاس اکانت خود کلیک کنم، هیچ چیز برای ما نشان نمیده. به خاطر از این نشان نمیده بهتر که تانوز ما نه کدام مصارفات خود در برنامه کوی بوکس ریکارد کردیم و نه هم تمام کدام انکم خود ریکارد کردیم. فرض مثال ما سرویس به کس پروواید نکردیم که در مقابل از ما پول به دست بیاریم، یا مثلا ما مثلا کدام اکسپنس هم مثلا پرداخت نکردیم که پول ما کم شوه. به خاطر از اینکه در پروفیت اند لاس اکاونت کیس دو اکاونت انکلود هستن، یک ریوینیو که انکم ما شما هستن و دیگه اکسپنس اکاونت. نه انکم داریم، یعنی نه ریوینیو داریم ما شما و نه هم اکسپنس داریم. پس به خاطر برای ما اگر عالم انتخاب کن چیزی نشان نمیدن. صبح بخیر ما شما بالای زی کار میکنیم که چه قصر ما شما میتونیم که مثلا ریپورت پروفیت اند لاس اکاونت خود جنریت کنیم. وقتی که ما شما سرویس به یک نفر مثلا به یک کمپانی پروواید میکنیم، در مقابل از که پول میاریم، در کدام اکاونت ها تاثیر واقع میشه و چی کدام اکاونت ما انکریز میشه، کدام ما دیکریز میشه، یا اکسپنس مصارفات خود، مصارفات خوردریزه، مصارفات روزمره، مصارفات ماهوار، اینا ما شما ریکارد میکنیم چی تاثیراتی را بالای پروفیت اند لاس اکاونت ما شما واقع میشه و به مو شکل بانک بیلنس ما چقدر چی تاثیرات واقع میشه. این را باز بخیر ما شما صبح بحث میکنیم، صبح میخوانیم.